بر تمام بیننده های برنامه ملگه. خدا کنه که همه شما اوقات خوش را سپری کرده باشین. من حنیفه سلطانی میزبان خانه های شما هستم. باز هم خوشحال هستم که در خدمت شما دوستای عزیز قرار دارم. خب دوستای عزیز، غذایی را که من بر شما امروز آماده میکنم، شما مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیونتان لود کنین. مواد لازمه شامی کباب دلمه: گوشت سرخی گساله نیم کیلو، کچالوی جوش داده یک عدد، تخم مرغ یک عدد، مرچ دلمه سرخ دو عدد، نخود جوش داده یک گیلاس، سماراق یک گیلاس، گشنیز تازه میده شده نیم گیلاس، پنیر مایه دو قاشق غذاخوری، مرچ سیاه دو قاشق چایخوری، روغن به قدر ضرورت، نمک به قدر ضرورت. خب غذایی را که من امروز مد نظر گرفتیم بر شما دوستای عزیز پخته میکنم، یک نوع کباب است که مواد لازمی از وست روغن، گوشت سرخی گوساله است که البته قبلا نیده بسیار بخار دادیم نرم شده، کچالوی جوش داده است، امرا یک دانه تخم، البته تخم خام است، مرچ دلمه، پنیر مایه، نخود است که قبلا نیده جوش دادیم نرم شده، سمارق، نمک، مرچ سیاه و گشنیز تازه. خب در ابتدای اول در بین یک کمه ها بمیمونیم که جوش بیای و این دوتان مرچ دلمه را کمک بخار میدیم. خب تقریبا یک گلاس آب در بین دیگ اضافه میکنیم. یک دو دقیق میمونیم که او کمک جوش بیه، باقی کارا را انجام میدیم. دوستای عزیز، نیم کیلو گوشت سرخی گوساله بود که امرا یک دانه پیاز، چهار دانه سیر و یک مقدار نمکی را یخنی انداختیم و زیاب یخنی کشدیم. حالا خرد خرد ریزه میکنیم. خب فکر میکنم که آبم جوش آمده و این دو دانه مرچ دلمه را در بین آب مندازیم که کمی خود نرم سازد. اینجا یک دانه کچالوسکی را قبلا جوش دادیم، ایرم چی میکنیم؟ پست میکنیم. گوشت امرای کچالو جوش داده و نخود جوش داده از ماشین میکشیم. یک ظرف بگیریم. کچالو رو خرد خرد ریزه میکنیم. کچلو خلاص شد، ولی نوبت میرسه به نخات جوش داده که را در بین ماشین اضافه میکنم.
یک بریده تمامشه مخلوط میکنیم. یک تاکه کلانتر رو میگیریم. دوستای عزیز، امی کچولو و نخات جوش داده و گوشت که از ماشین کشیدیم ایره تمام شد با هم مخلوط میکنیم و یک بار دیگه ایره از ماشین میکشیم که وقتی که کباب درست میکنیم بسیار نرم و ملایم به هم از این مخلوط شد، یک بار دیگه میره از ماشین میکشیم. دوباره به ظرف می‌ندازیم. خب اینجا نمک و مرچ سیاه. خب یک قاشق مرچ سیاه در وینش اضافه می‌کنیم. و یک قاشق نمک. خب اگر شما دوست دارین که مرچ نمک زیادتر باشه شما باز میتونین که زیادتر اضافه کنین. اینجا هم یک دانه تخم است که ایرم زردیش هم برای گوشت مخلوط میکنیم و سفیدیش باز بعدا استفاده میکنم. دوست عزیز شما دیدین که تنها سفیدی زیر مکمل پس کردیم و تنها زردی زی مانده. ایره من روی زی گوشت مخلوط میکنیم. این تمام شد. دادن مرچ دلمه را که مانده بدیم که نرم شده نرم شده ایره از آب میکشیم. ایره یک دقیقه میمونیم که کمک سرد شده. اینجا یک مقدار گشنیز تازه است و امرای سمارق ایره خورد خورد ریزه میکنیم. سمارو قریزه میکنیم و خب این سمارو البته پخته شده است، سمارو خام نیست. خب دوستای عزیز شما میفهمید که سمارو خام یک غذای مکمل است که دارای ویتامین بسیار زیاد میباشه، تقریبا خاصیت گوشت داره. کوشش کنین که همیشه استفاده کنین از سمارو. سمارو قریزه کردیم، یک ظرف کلانتر میگیریم. خب اینجا گشنیز تازه سیره خورد خورد ریزه میکنیم. دوستای عزیز، نرگس کباب میفهمم که انشالله همه ایتان پخته کردین و در خانه ایتان و نوش جان کردین. خب این هم تقریبا امو شکل به خود میگیره، اما این تقریبا مختلف تر است. موادی که دیگه استفاده میشه نسبت به نرگس کباب مختلف است.
خب گشنیز تازه را بالای سمرغ اضافه میکنیم. مرچ دولمه را میگیریم ریزه میکنیم. دونی دون میشم ریزه میکنیم. خب به مون شکلی که سمارق گشنیز تازه را خرد خرد ریزه کردیم ایرم به من دازه خرد خرد ریزه میکنیم. دیدیم که بسیار خرد خرد ریزه کردیم. ایران بالای سمارو خود بشنیست تازه اضافه میکنیم. خب کم مرچسی ها و کم نمک دوینش اضافه میکنیم. مخلوط میکنیم. مرچ دولمه، سمرغ و گشنیز، مرچ سیاه، نمک مخلوط کردیم. یک مقدار خمیر ممریزی اضافه میکنیم. ایرا مخلوط میکنیم. ظرف میگیریم و همین گوشت را که بیشتر از ماشین کشیدیم ایرا خرد خرد بسیار زوالا میکنیم. اول تمام از ایرا امت خرد خرد زوالا کرده باز بعد دیگه کارا را انجام میدیم. خب دوستای عزیز تمام گوشت را خرد خرد زوالا کردیم. خب دوستای عزیز قسمت وسطی زیره کوشش میکنیم که تقریبا مثل که می نرگس کباب درست میکنیم خالی بسازیم. دوست عزیزیم دیره به این شکل داخل زیره خالی ساختیم. این مرچ دولمه و سمارق گشنیز تازه و پنیره که مخلوط کرده بودیم در بین زیر اضافه میکنیم. پس این قسمتش دوباره بسته میکنیم. به می ترتیب تمام شد به می شکل قسمت وسطیش مساب خالی می سازیم. دوستای عزیز کبابا را تقریبا درست شده. خب پیش از اینکه دادان دیگه درست کنیم روغن میمانیم. خب البته مقدار روغن کمک
زیادتر میمونیم. تا روغن گرم میشه دوتون دیگه یه زیره درست میکنیم. دیدین چقدر به شکل ساده و آسانی آماده شده؟ دوستای عزیز شما دیدین که تمام کباب را همین مواد را که آماده کرده بودیم در داخل زیمان دیم و سرای زیر بسته کردیم. خب دوستای عزیز دانی آخری هم درست شد. ظرفای سنفی را پس میکنیم، یک ظرف دیگه میگیریم. خب بیشتر شما دیدین که زردی تخم همراه گوشت و دال نخات و کچالو مخلوط کردیم. سفیدیش تنها مونده میره در روی کباب میزنیم که به حساب خدا خراب نکنه. خب سفیدی تخملت زدیم، کوشش کنیم که امرای دستتون آیسته آیسته در چهار اطراف زی همین سفیدی تخمه بزنیم. سفیدی تخمه بخاطر میزنیم که وقتی که را سرخ میکنیم به حساب نکفهی. خب بسم الله گفتم اندازیم کروی بسم الله نام خدا. به می ترتیب تمام کباب را روی سفیدی تخم کمان کمان ایرم روش می زنیم و اینجا به روغن اضافه می کنیم. خب. تمام کباب را بریان کردیم و با یک غوری شما می بینین که ایره تزین کردیم. خب دوستای عزیز این بود غذای امروزی که بر شما آماده کردیم. خدا کنه که خوشتان آمده باشه و شما هم بتونین در خانه‌هایتان آماده کنین و نوش جان کنین.